توی این درس بعد نیست یه نگاهی بندازیم به این تمپلیت های اپل و این پیش فرض هایی که اینجا برای ما گذاشته، حالا منوهای پیش ساخته، منو ایندکس های پیش ساخته و الی آخر. شما برای اینکه هر کدوم از اینها رو بخواید استفاده بکنین چیکار باید بکنین؟ شما روی اون منوی مد نظرتون دابل کلیک میکنین و بلافاصله اینجا لود میشه. یه سوالی ممکنه برای شما پیش اومده باشه که چطور این آیکون ها اینجا بزرگ شده انقدر، چون توی درس های قبلی خیلی کوچیک‌تر بود. شما برای بزرگ یا کوچیک کردن اونها میان توی پرفرنسز، توی جنرال، این تامنل سایزی که شما اینجا میبینین لارج، همونطور که میبینین توی پالت لارج باعث بزرگتر یا اسمال باعث کوچیک‌تر شدنشون میشه. توی اسلاید شو هم همینطور لارج یا اسمال میتونه بزرگ یا کوچیک بودن اسلاید شو رو تعیین بکنه، که توی قسمت اسلاید شو به این عنوان بیشتر نگاه میپردازیم. خب من اوکی رو میزنم، میام اینجا فرضاً این رو انتخاب میکنم، روش یه دابل کلیک میکنم و حالا اینجا اطلاعات مربوط به دیویدیم رو میزنم. همیتونه فارسی باشه همیتونه انگلیسی باشه، فرق نمیکنه. همونطور که قبلا هم دیدیم مثلا رادان فکر میکنم من ز تایپ کردم، رادان تایپ فارسی من واقعا وحشتناکه. شما اگه یک دونه از خودآموزای رادان دیده باشین حتما این موضوع رو متوجه شدین. آموزش همون رادان آموزش، یا نمیدونم فکرم کافی باشه، به اندازه کافی من فشار اومد به این برای نوشتن اینقدر فارسی. خب اینجا شما هر جایی که توی هر کدوم از این تمپلیت ها شما یه چیز اینجوری دیدین، یعنی یه فلشی که جای به این شکل داره، یعنی شما میتونید یه چیزی رو اینجا درگ بکنین و اونجور دیده میشه. مثلا من میتونم بیام از توی این عکسایی که اینجا دارم فرزن این عکس رو درگ بکنم به اینجا و همونطور که شما دیدید اینجا میاد جای این در واقع دراپ باکسی که من داشتم و اینجا دیده میشه. حالا ممکنه شما بخواید یه خورده جابجاش بکنید، شما میتونید بیاید اینجا از طریق همین left و right و bottom و top ابعادتون رو کوچیک بزرگ بکنید، آیکون خود باتنتون رو در واقع جابجا بکنید یا عرض و طولش رو کم و زیاد بکنید. همونطور که میبینید میشه یه همچین کاری انجام داد با این تصویر. و اگر من بخوام اینجا سیمیلیت بکنم، شما میبینید که مشخصات دیویدی من تغییر نکرده، این قبله، فقط منوی من عوض شده. یعنی من این آموزش رادان رو اینجا دارم و پخش فیلمی هم که قبلا باتن درست کرده بودم براش همچنان فعال و سر جاش هست و اگر کلیک بکنم میتونم برم توش. البته فکر کنم این یه دونه لینک من از بین رفت، بله چون منوی قبلی من بود لینکم از بین رفت، من باید دوباره این رو درگ بکنم اونجا که البته خب کار خیلی راحتی. و حالا اگر سیمولیت بکنم همونطور که شما میبینین میتونم بیام و فیلمم رو ببینم. اتفاقی که شما این وسط دیدین افتاد، یعنی اگه یک بار دیگه این کار رو انجام بدم که این پارچه میاد و رد میشه میره، در واقع یه ترانزیشنه. شما برای هر کدوم از این ترک ها یا منوها میتونید یه ترانزیشن داشته باشید، یعنی با یه چیز تصویری تبدیل بشه و بیاد وارد این ترک بشه، نه اینکه یهو فیلم شروع بشه. برای این کار شما میتونید منوی مورد نظرتون انتخاب بکنید، بیاین توی ترانزیشن و اینجا A setting blue نوشته یا همون آلفا از طریق یک تقریبا میشه گفت پارچه درخشان آبی، این ترجمه خیلی عجیب غریبی بود بخشید، ولی خب این ترانزیشن هایی که شما اینجا میبینین اونهایی که آلفا یا ای جلوشون وجود داره، یعنی یه قسمت هایی از تصویر رو که شما نه توی تصویر ترکتون دارین نه توی این یکی، خودشون به تصویر اضافه میکنن و با اون این تبدیل رو انجام میدن. به طور مثال من اگه بیام اینجا مثلا دیزالو بذارم ترانزیشنم رو و بیام توی منو سیمولیت رو بزنم،
و پخش رو بزنم، خود این منو دیزالو میشه به این یکی تصویر. اما اون ترانزیشن هایی که ریز بدید یه بار تو گرافیکال منو رو انتخاب بکنم، ای دارن یا همین آلفا دارن، یه چیزی غیر از خود دوتا تصویر میاد اضافه میشه و در واقع یه وایپ تصویری ایجاد میکنه. اینجا مثلا من میتونم بیام بگم به جای حالا ای سیتین بلو یه ای پین آکوا باشه. و حالا اگر من اینجا بخوام، یه نکته جالبی که وجود داره اینه که شما اگر بخواید یک چیز خاص رو سیمولیت بکنید، میتونید روش رایت کلیک یا کنترل کلیک بکنید و سیمولیت مثلا ترک رو بزنید که فقط همین یه دونه ترک رو برای شما نشون بده، یا مثلا سیمولیت منو رو بزنید که فقط همین یه دونه منو رو برای شما نشون بده. حالا من پخش فیلم رو اگر بزنم، شما میبینید که ترانزیشن به این شکل انجام شد و از اون ما اومدیم به این یکی تصویر. خب قاعدتا قشنگترین سیمولیشن برای قشنگترین ترانزیشن برای این تصویر همون سیتین بلو بود که زمان ترانزیشن رو شما میتونید از اینجا کمتر بکنید، مثلا بکنیش 2 ثانیه، حالا یا هر عدد دیگه که خودتون دوست داشتین. پریویو رو اگر بزنید میتونید اینجا تو ابعاد کوچیک ببینید به چه شکلی این اتفاق انجام میشه. و هر وقت که راضی بودید از نتیجه به دست اومده، میتونید برید سراغ قسمت بعدی دیویدیتون. نکته دیگه که در مورد این تمپلیت ها وجود داره، حالا به غیر از تمپلیت های اپل، من اجازه بدید لیاتم رو دوباره انگلیسی بکنم، کاستوم تمپلیت هایی که خود شما درست میکنید و پروژکت تمپلیت هایی که شما فقط توی این پروژه استفاده کردید و البته خودتون هم درستش کردید. اگر شما بخواید تمپلیتتون رو توی چند تا پروژه استفاده بکنید و بعداً بهش دسترسی داشته باشید، میتونید اون رو کاستوم ایجاد بکنید. ولی اگه بخواید فقط توی این پروژه بهش دسترسی داشته باشید، به صورت پروژکت میتونید اون رو ایجاد بکنید که حالا بیشتر در موردش توضیح میدم، ولی خب فقط گفتم این تب ها رو باهاش آشنا بشید. قسمت بالای دیگه ای که ما اینجا داریم استایلز، اولین عنوانش باتنز یا همون دکمه هایی که شما رو تصویر دارید که میتونید با این دکمه ها کارهای دیگه ای انجام بدید و در واقع عین همین کاری که ما با این پخش فیلم انجام دادیم رو میتونید باش با اینها هم انجام بدید. به طور مثال توی ایندکستون جابجا بشید، عقب جلو برید، که حالا یه مبحثی که باز بیشتر بهش میپردازیم. فقط این قسمت رو شما در نظر داشته باشید که تمام اینها یه سری دکمن، مثلا دکمه فرزن چیز خیلی ساده که من بتونم توی اینجا استفاده بکنم، مثلا فکر کنید یک همچین دکمه ای، البته اگر بشه درگش کرد و گرفتش و یه خورده بزرگترش کرد شد یه خورده انتخابش راحت تر باشه. و حالا شما میتونید این رو به اون نحوی که خودتون خواستید استفاده بکنید. این دکمه های اوورلی استیت دارن که به این شکله که حالا در مورد اون هم بیشتر با صحبت میکنیم، فقط صرفاً آشنا بشیم با اینکه اینها چی هستن. تکست قسمت بعدی ماست که شما فونت ها و تکست هایی که خواستید رو میتونید باز به همین شکل درگ بکنید و وارد تصویر بکنید. دراپ زونز شما همون چیزی که من چند دقیقه پیش خدمتتون گفتم، یه سری فضای خالی که یوزر بتونه چیزی درگ بکنه توش. اگر شما معمولا توی مجموعه کار میکنید که شما تمپلیت دیویدی درست میکنید برای دیگران و قرار اونها فقط اسمبلش بکنن، فقط قرار این دیتا ها و این فایل ها رو جابجا کنن جاش بذارن، خیلی میتونید دراپ زون ها کارآمد باشه برای شما. یا برای زمانی که میخواین یه تمپلیت اصلی درست بکنید و مثلا چند تا دیویدی باش درست بکنید، دیگه نیاز نیست هر بار اون رو عوض بکنید، میتونید بیاد از این دراپ باکس استفاده بکنید. به طور مثال این دراپ باکس رو درگ بکنید اینجا و بعدن هر عکسی که خواستید توش توی هر دیویدی مورد نظرتون درگ بکنید و اینجا به جای این دراپ باکس در واقع وارد بشه و ایجاد بشه. به طور مثال من این عکس رو پاک میکنم، میام این عکس رو اینجا میذارم، میام توی همین تصویر و همین رو بهش نسبت میدم و همونجور که شما میبینین یک همچین چیزی ایجاد میشه. اصلا خب این اختار من داد، از اینجا داشتم پاک میکردم، از اینجا میخوام دکمه‌مو پاک بکنم. قسمت بعدی ما لیات سمونه، همون چیزی که تقریبا توی اینجا هم دیدید. لیات سمونه فقط لیات تک هست، یعنی چیزهای وابسته بهش رو معمولا باش ایجاد نمیکنه. اینجا باز شما یه کاستوم دارین، یه پراجکت، دقیقا همونطور که در مورد تمپلیت گفتم اینجا
به همین شکل عمل میکنن این دوتا، و کارنت هم که چیزهایی که فعلا ازشون توی پروژهتون استفاده کردید، دراپ زون ها، تکست ها و باتن هایی که توی پروژهتون ازشون استفاده شده. شیپس شما باز همون شکل های پیش فرض و پیش ساخته یعنی که اپل براتون در نظر گرفته و اینجا گذاشته، میتونید از اونها چه به عنوان یه باتن، چه به عنوان یک عنصر گرافیکی و حالا خیلی چیزهای دیگه استفاده بکنید. کاستوم و پروژکت باز به همین صورته. آدیو شما با این سه تا تب استیل و ببخشید آدیو استیل و ویدیو شما با این سه تا تب کاملا متفاوتن، به این معنا که شما رو میبرن توی هارد اصلیتون. این دایرکتوری میوزیکتونه، هوم میوزیکتون، این دایرکتوری هوم پیکچرزتونه و این هم دایرکتوری هوم موویزتون. اگر خواستید میتونید از اینجا اد بکنید و مثلا یه چیز دیگه ای رو به اینجا اضافه بکنید، مثلا من موویز یا نمیدونم این دیویدی روم رو بخوام اضافه بکنم، میتونم اد بکنم که هر وقت خواستم به سادگی بهش دسترسی داشته باشم و بتونم این رو مثلا درگ بکنم اینجا، حالا یه چیزی ازش باز بکنم یا هر چیز دیگه. من جوشو نیاز ندارم اون رو کنسل میکنم و ورش میدارم. خب توی قسمت های بعدی باز بیشتر با بعضی از این تمپلیت ها کار میکنیم و بیشتر باشون آشنا میشیم.